شهریار رامین علیه پایان رویا، خلاصه بازی پرگل سپاهان پیکان. در یکی از مهمترین بازی‌های فصل فوتبال ایران، سپاهان به مصاف تیم فوتبال پیکان میره تا با وجود برد همچنان شانس قهرمانی خودشو حفظ کنه. یه پیشبازی میگم بعد دیگه بریم به استقبال این ویدیو. خب تیم داوری سید وحید کاظمی، محمد رضا ابوالفضلی، احد سلطانی، مرداد خسروی هستن. کوپل داوری رو در واقع تشکیل میدن در تیم سپاهان. پیام نیازمند تو گل واستاده، سیاوش یزدانی، محمد قربانی، میلاد زکیپور، رامین رضاییان، مسعود ریگی، علی محمدی، فرناندز، نورافکن احمدزاده و شهریار مغانلو بازیکنایی هستن که به صلاح دید ژوزه مورائس روونه این مسابقه شدن. اما در تیم پیکان رشید مظاهری، بازیکن گلر سابقه، در واقع بهتر اینجوری بگم گلر سابق سپاهان حضور داره، محمد کاظمی، امیر شعبانی، بدرقه، طاهر زار باقری، ثابت ایمانی، لطفی، مهدی لیموچی و شرزو تمیروف، استاد بزرگ 11 بازیکن پیکانیا که سرمربیشون مجتبی حسینی باشه رو تشکیل میدن. بریم دیگه به استقبال این مسابقه حساس. دقیقه 10 روی یک اشتباه در خط دفاعی سپاهان، شرزو تمیروف صاحب موقعیت شد که ضربه این بازیکن از پشت محوطه جریمه در اختیار نیازمند قرار گرفت. دقیقه 13 روی یک حرکت عمقی از بازیکن‌های پیکان، شرزو تمیروف درون محوطه جریمه فرصت گلزنی پیدا کرد که شوت پای چپ این بازیکن رو نیازمند راهی کرنر کرد. موقعیت برای پیکانی‌ها در درون محوطه جریمه، یه پاس کاتبک تمیروف و دوباره پیام نیازمنده که نجات میده دروازه. 2 دقیقه بعد شوت سنگین جلال علی محمدی توسط رشید مظاهری دفع شد و روی ریباندم ضربه فرناندز توسط گلر پیکان جمع شد. 17 دقیقه که میبینید چقدر مرتب دارن سپانیا توب میارن، روی یه پاس در عمق مغانلو با مظاهری تک به تک شد که رشید ضربه این بازیکن رو با واکنشی فوق‌العاده مهار کرد. فرناندز سمجه خوب، حرکت از امید نورافکن، یا پاس عالی تک به تک و میگیره رشید مظاهری. 19 دقیقه فوق واکنش رشید مظاهری روی ضربه فرشاد احمدزاده از داخل محوطه 6 قدم مانع از گلزنی طلایی پوشان شد. رشید داره خود توانمندیاشو اثبات میکنه. خط دروازه بیرون کشیده میشه. 26 دقیقه ضربه دفلکت شده رامین رضاییان بعد از برخورد با مدافع پیکان توسط رشید مظاهری راهی کرنر شد. 34 دقیقه ضربه سنگین منصور باقری از پشت محوطه جریمه به شکلی خطرناک توسط دروازه‌بان سپاهان دفع شد. پیکانی‌ها توپ نمیارن بیارن، خطرناک عمل میکنن. 37 دقیقه روی یک حرکت ترکیبی توسط بازیکن‌های پیکان، مهدی لیموچی فرصت بازگردن دروازه سپاهان رو داشت که ضربه این بازیکن از داخل محوطه جریمه راهی اوت شد. توپ دروازه سپاهان، پاس عمقی موقعیت هست، نیازمند بیرون نمیاد، یه تو سر تو موقعیت. 40 دقیقه روی ارسال فوق‌العاده امید نورافکن به دهانه دروازه، فرشاد احمدزاده به طرز عجیب دروازه خالی از روی خط 6 قدم باز نکرد. یعنی واقعا ضربات نهایی رو فرشاد بد میزنه. اما گل اول برای اسپانیا بعد از خطای پنالتی روی میلاد زکیپور، شهریار مغانلو از روی نقطه پنالتی دروازه مظاهری و خلاف جهت باز کرد تا طلایی پوشان با یک گل از میزبان پیش بیافتن. میرسه به نقش جهان یا نه؟ یه ضربه و گل! خیلی مهمه در ادامه کار سپاهان در این دیدار. خوشحالی بازیکنان سپاهان. رامین رضاییان بعد از دریافت توپ در زمین خودی با استارتی طولانی خودشو به زمین پیکان رسوند و بعد از 1-2 با نورافکن با شوتی تماشایی از داخل محوطه جریمه گل دوم تیمشو به ثمر رسوند. گلش هم فوق‌العاده بود. رامین رضاییان، نورافکن، یه پاس عالی، رامین در درون محوطه جریمه، گل 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 برای سپاهان. توی یکی از بهترین فصول خودش به سر میبره. اینم گل سوم. چه آتش بازی رو به راه انداختن در ورزشگاه فولادچهر. روی حرکت رامین رضاییان از سمت راست سپاهان توپ به امید نورافکن رسید که بعد از بلوکه شدن ضربه اول این بازیکن با ضربه والی دروازه پیکان رو برای سومین بار باز کرد. پاس عمقی رضاییان، فرصت برای سپاهان، موقعیت برای نورافکن، گل 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 برای سپاهان، امید نورافکن، پاس رامین رضاییان.
دو دقیقه بعد ببینید دیگه شهریار مغانلو دبل میکنه، ستاره خط حمله سپاهان با یک ضربه سر محکم روی ارسال فرشاد احمدزاده از کورنر گل چهارم تیمشو وارد دروازه مظاهری کرد تا خودش هم با 12 گل در صدر جدول گلزنا قرار بگیره. برای سپاهان ارسال فرشاد روی دروازه، گل! گل چهارم، گل پنجم. سپاهانی‌ها دست بردار نیستن، روی پاس شهریار مغانلو امید نورافکن با شوتی سهمگین از پشت محوطه جریمه دروازه پیکان هدف گرفت که روی اشتباه مظاهری گل پنجم طلایی پوشان هم به ثبت رسید. من تعریف نمیشه کرد چی میشه گذاشت اسم این شوتای پرقدرت رو. ببینید چجوری دقیقه 64 نیما میرزاد بلافاصله بعد از حضور تو زمین بازی به جای پیام نیازمند با یه دبل سیو فوق‌العاده مانع از گلزنی پیکانیا شد. پیکانیا یه پنالتی هم زدن که خب همین نیما میرزاد موفق شد که مهار کنه پنالتی پیکانیا رو، ضمن اینکه شرزو تمیروف هم دقیقه 47 تو همون نیمه اول بود که اخراج شد از سوی وحید کاظمی داور مسابقه. دیگه به بیرون میره و اینم برد شیرین سپاهانی‌ها در ورزشگاه فولادشهر. تبریک میگم به هواداره این تیم، تنور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران کماکان داغه و همه چیز این پروسه قهرمانی به هفته آخر کشیده میشه. تمرکز میکنه ثابت ایمانی، حرکت میکنه و توپی که میگیره، میگیره نیما میرزازاد، اشاره میکنه به نیمکت. چه باید ببینیم بین سپاهان و پرسپولیس کدوم تیم قهرمان میشن. ولی خب با تمام همه این مسائل سپاهان واقعا مستحق قهرمانی تو این فصل بود و به نظر من سپاهان قهرمان این فصل. پس شما محکم میگی که آخر هفته آینده این سپاهانه که جام قهرمانی رو بالای سرش میبره؟ امیدوارم که اینطور باشه، ولی خب با توجه به همه مسائلی که تو بیرون فوتبال وجود داره من فکر میکنم سپاهان حتی اگر هفته آخر جایگاه اولم به دست نیاره سپاهان واقعا امسال قهرمان شد. تبریک میگم به هواداری اصفهانی. ما رو هم از دکمه سابسکرایباتون بی نصیب نذارید فعلا. جا داره به تمومی هواداره پرسپولیس تبریک بگیم، سپاهانم بگم که میهمان مثل کرمانه و امیدواره که پرسپولیس امتیاز از دست بده در ورزشگاه وطنی در قائم شهر. اگر از محتوای ویدیو راضی بودین لطفاً همین که سابسکرایب کنید واسه ما کافیه. دمتون گرم، همین ساب کنید.